درو کردن جام‌های متفاوت توسط نابغه دنیای شطرنج علیرضا فیروزجا، قهرمانی سینگفیلد کاپ 2024، قهرمانی گشت بزرگ قهرمانان سال 2024، گرفتن ریتینگ 15 تا ریتینگ و رسیدن به رتبه پنجم شطرنج جهان بعد از مدت‌ها و دوباره خودش رو در اوج قدرت نشون دادن به همه دنیای شطرنج. دور آخره و علیرضا مقابل پراگناناندا بازی داره، به یه مساوی نیاز داره تا قهرمان این مسابقات بشه. بریم ببینیم علیرضا وقتی یه مساوی میخواد چه استراتژی رو انتخاب میکنه. با حرکت پیاده شاه، حرکت محبوب خودش، حرکتی که بابی فیشر از اول تا آخر عمرش بازی کرد، علیرضا هم بهش پایبنده. ای6 و حالا d4، حرکت d5. شاید دفاع فرانسه هستیم. پراگ برای این بازی نمیخواد به سادگی مساوی کنه و میخواد بجنگه برای بردن و دفاع فرانسه رو انتخاب میکنه. علیرضا با s3 وارد شاخه های اصلی میشه و اینجا خبری از دفاع ویناور نیستش، چیزی که آرونیان مقابل علیرضا در بخش بلیتس مسابقات بازی کرد. اما sf6 شاخه کلاسیکال دفاع فرانسه و اینجا فیل g5 آچ مس کردن اسب که معمولا با فیل e7 یا d4 جواب داده میشه، اما تو این بازی با شاخه مکاچن جواب داده شد. حرکت فیل b4 حرکت بسیار زیبایی هستش که نشون میده که پراگ برای این بازی این تدارکات رو داره و اینجا علیرضا با یه دوراهی دست و پنجه نرم میکنه. آیا e5 بازی کنم و وارد شاخهای تئوریک بشم؟ شاید خیلی از شما بگین که سوار میگیره شاخه تئوریک چی، اما h6 رو داره سیاه و اینجا فیل باید تکون بخوره. بیا اینجا g5 و آچمزی از بین میره و این وضعیت اصلا سیاه بهترم هست، پس اینجوری نمیتونی بازی کنی. فیل میاد e3 d2 c1 لاین اصلی d2 ولی c1 و e3 هم هست. قطعا علیرضا تدارک داره برای این حرکات، اما تو این بازی کلا تصمیم میگیره e5 رو بازی نکنه و به سان کاپابلانکای بزرگ که 100 سال پیشی همچین حرکتی رو بازی کرد میزنه در d5، حرکتی که ساده سازیه و سیاه مثلا میتونه با ای یا با وزیر حتی d5 رو بزنه به فیلم بشینه چون این آچمزی وجود داره. اما سفید اسب رو میذاره f3. تو اون بازی کاپابلانکا زد توی f6 و بعدش فکر کنم اسب f3 بازی همچین چیزی بود. البته حریف کاپابلانکا یه بار زد تو c3 و بعدی همچین چیزی بازی اونا به این شکل بود و یه بازی آخر بازی زیبا رو کاپابلانکا تونست ببره چون اون زمان درک آخر بازی بسیار بالایی رو داشت. اما علیرضا در این بازی اول اسبش رو میاره بیرون، به حریف اجازه اسب 4 رو میده. فیل d2 یک استراتژی بسیار محتاطانه رو از سمت علیرضا شاهد هستیم. مهره ها تعویض میشه، یکم ضعف پیاده ای در جناح وزیر وجود داره. سیاه هم b6 میکنه به دنبال اینی که فیلش رو در b7 یا a6 قرار بده. علیرضا فیل d3 میگه اگه فیل a6 بازی کنی ممنونت میشم داداش، ما تعویض میکنیم. اوکی، اما فیلو میذاره b7 و پراگ نشون میده در این بازی که میاد برای برتری گرفتن. میدونه که علیرضا خب فقط یه مساوی میخواد و بازیکن وقتی فقط یه مساوی بخواد در خطره. خیلی از بازیکنان وقتی فقط یه مساوی میخوان خیلی بد بازی میکنن، حرکات خوب رو بازی نمیکنن و همین باعث میشه که حریف کم کم وضعش بهتر بشه. حالا البته پراگ باید حواسش جمع باشه، فیلی 4 تهدیده، وزیرشو میذاره d6. مثلا اینجا اگه شما فیلی 4 بازی کنی حریفت میتونه بزنه بعد با رخ زدی. مثلا فرض کن همینجوری الکی بازی کنی، سیاه کم کم c5 میاد، یه فشار روی پیاده جناح وزیرت میذاره، این رخو میذاره d8، این رو میذاره c8 و یه بازیکن خوب میتونه تو رو ببره تو بازی اگه بخوای اینجوری محتاطانه بازی کنی. اینجا البته علیرضا میتونه رخ e3 رو بازی کنه، باید رخ e1 اگه قوی تری بود، اما وزیر e3 دفاع میکنه از اسبش و پراگ میزنه توی f3. نشون میده که میخواد دنبال نابرابری توی وضعیت بره و یک امکاناتی رو خلق کنه. حالا حرکت a4 از سمت علیرضا میخواد، چون پیاده جناح وزیرش تک هستن، میخواد با a5 امکانات سیاه رو محدود کنه. c5 a5 دارم b6 رو میزنم، باید رخ تو برداری، بر نداری تو به مشکل میخوری. برمیداره d8، اگرم c8 برمیداشت با این ترتیب حرکات علیرضا میتونست بازی رو به تعادل برسونه. اما پراگ باز میخواد به جنگ، رخ رو میذاره d8، وزیر g3 و اسب f6 اگر اشتباه نکنم. البته اول b6 رو میزنه علیرضا و بعد وزیر g3 و حالا اگه تعویض بشه خب ما رخمون نفوذ خواهد کرد. اما اسب f6، رخ eb1، حالا میخواد در نهایت پیاده b6 رو بگیره. پراگ میزنه، علیرضا میزنه و سه در d4 میزنه. حالا وارد آخر بازی شدیم که یکم به نفع سیاهه چون این پیاده سه زوری نداره و حتی اگه یه زمانی بخواد جلو بیاد مورد حمله حریف قرار میگیره و علیرضا باید حواسش جمع باشه. اسب سیاه میتونه خطرناک باشه ولی خب با حواس جمع بازی میکنه. حواستون جمع باشه، اینو نزنید عرض آخر مات بشین. خیلی ساده فیلو برمیگرده و اچتم که برو عقب، رخ دس تعویض. دوباره علیرضا سعی میکنه یک شلتری رو، یک
پناهی رو برای شاهش آماده کنه. اینجا نباید اجازه H4 رو به حریف بدیم چون ضعفی رو ایجاد می‌کنه H4، و حالا سیاه چیزی برای پیشروی نداره. شاه میذاره G7، یک کم بازی رو ادامه میدن، علیرضا جفت رخ رو تعویض میکنه، پراگ موفق میشه به عرض اول بازی بیاد ولی موفق نمیشه کار خاصی رو انجام بده و اینجا آخرین تلاش خودش رو میکنه، رخ D2 بایده اسب G4 که اگه این اتفاق بیفته اوضاع خیلی بد میشه، ولی خب علیرضا شاه F1 رو از قبل محاسبه کرده، اگه اسب بذاری G4 حالا دیگه با فیلی 2 مواجه خواهد شد و بازی برنده هستش. پراگ کیش میده و شاه G2، اینجا دو بازیکن در حرکت 47 به مساوی میرسن. یک استراتژی که برای این بازی انتخاب کردم بود که ریسک نکنم و با مساوی قهرمانم، به استراتژیشم رسید. حالا شاید یکم جسورانه نبود بازیش، ولی همیشه که نباید جسورانه بازی کنیم. در بازی‌های دیگه چه اتفاقی افتاد؟ آقای ماکسیم باشیلاگرا قهرمان جهانی ایندینگ دیرن رو برد، نودیر بک عبدالستاروف نایب قهرمان جهانی نپو رو برد. عملکرد فاجعه بار این دوتا در این تورنمنت تکمیل شد. گوکش و وستیسو مساوی شد. بازی زیبایی بود. یه صحنه از اون بازی رو میخوام نشونتون بدم، خیلی جالب بود که گوکش که وضعیت حالا اینجا مثلا در نظر بگیریم یه پیاده عقب بود و سعی میکرد اینجا مثلا خب اگه وزیر F5 بازی میشد یک امکاناتی رو آقای گوکش داشت، ولی وستیسو یک ایده بسیار زیبا رو پیدا کرد. حالا اگه ایشون رو بزنی وزیر در ایسه میبازی، رخ رو گذاش E1 که حالا اینجوری دفاع کنه و یه ایده خفن از وستیسو فیل دراد و رخ C1 خیلی زیبا بود و یه مساوی زیبا رو اینجا تونست از گوکش بگیره. اینم گفتم ببینید کاروانا هم داره آقای چیز رو میبره، آقای آنیشگیری رو، این پیاده ها تکون نمیخورن. شاه B5 A6 داره میاد، اگه میتونست E5 کنه بازی رو شاید بتونه به تعادل برسونه، ولی شاه D7 هم کنی شاه B5 و داره میاد، E5 نداری چون میزنم و بعد بزنی فیل در از طرف 5 و میبازی. خلاصه سفید برنده این بازی هم خواهد شد. با این ترتیب میتونیم بگیم که علیرضا خب در هر صورت قهرمانه، کاروانا با 5 و نیم امتیاز دوم میشه و ماکسیم با شیلاگراف سوم میشه. سه نفر اول این جدول به مسابقه گرند چس تور سال آینده دعوت خواهند شد. نفرات برتر ریتینگ، حالا نمیدونم دقیقاً چند نفر، ولی فکر کنم تا نفر دهم رو به ترتیب دعوت میکنن که شما اومدی به ترتیب ریتینگ. پس بعضی از بازیکنان میگن چرا پرهام، بعضی از دوستان البته میگن چرا پرهام نیستش یا چرا فلانی نیستش، چون توی 10 تا اول دنیا نیستن. الان احتمالاً وی و آرجون ریگایشی سال بعد توی این مسابقات حضور داشته باشن. کارسن هم که کلا گفته من با این سبک شطرنج کلاسیک و اینا خیلی حال نمیکنم و بازی نمیکنم. تا ببینیم چی میشه. در هر صورت علیرضا فیروزی تونست قهرمان این مسابقات بشه، یک عملکرد بسیار بسیار خیره کننده. در نهایت هم دیدیم که حالا من یه رفرشی هم بکنم سایت رو، در رتبه پنجم جهان موند. عبدالستاروف با این بردش مقابل نپو نزدیک شد، به رتبه ششم اومد. کارسن ساکاموکان صدر، ناکامورا، کاروانا، آرجون، علیرضا فیروزی رتبه پنجمه، شاید بشه گفت الان در واقع چهارمه. آرجون این ریتینگی که گرفته خب از جاهای مختلف گرفته، ولی خب سقوط خیلی از بازیکنان رو شاهد بودیم. آنیشگیری تا الان 8 پله سقوط کرده، این بازی هم میبازه میاد حتی پایین تر و دینگلیرن باز هم اومد پایین، این بازی رو هم حالا حساب شده 2736 دوباره ریتینگ از دست داد، رتبه 15 جهان رسید. نپو اومد پایین. خلاصه حالا بالا پایین زیاد داریم و خوشحالیم که علیرضا تونست عملکرد بسیار خوبی رو داشته باشه، خودش رو دوباره بیاره در سطح اول شطرنج جهان، همه ما رو به وجد بیاره. امیدواریم که این عملکردش ادامه داشته باشه. علیرضایی که فراموش نکنیم فقط 21 سالشه و خیلی شاید زود بزرگ شد و پخته شد توی دنیای شطرنج. ما توقع داشتیم همون 20 سالگی 19 سالگی قهرمان جهان بشه، ولی خب هنوز خیلی راه داره. امیدواریم که بتونه دوره‌های بعدی قهرمان جهان رو خیلی خوب بازی کنه. با لایف‌های کانال لذت شطرنج و ویدیوهای این کانال در این مسابقات در خدمتتون بودیم. امیدوارم که لذت برده باشین، نکاتی رو تونسته باشین استفاده کنین. شما از ما حمایت کردین همیشه، این ویدیو رو هم هر جوری که خودتون سلام میدین حمایت کنین و یادتون نره که از شطرنج زندگی لذت ببرید.